To drive an automatic car, first put on your seatbelt and adjust all the mirrors so you can see out of them. Make adjustments to your seat so you're comfortable and can easily reach the pedals. Then, press down on the brake pedal with your right foot so the car doesn't move when you start it. Next, turn the car on by putting the keys in the ignition and turning them clockwise. Hold the steering wheel with your hands at the 9 and 3 o'clock position. If you need to reverse out of a parking spot, move the gear stick from park to reverse and look over your shoulder so you can see what's behind you. تسلا برقی داشتیم یاد میگرفتیم چجوری رانندگی باید بکنیم مثلا کلن مدل 3 رد دادیم مثلا خب الان میخوایم ببینیم این تو این دیسپلی چه خبره. ببین اولین چیز قسمت کنترلزه. خب شما تو کنترلز میتونین بیاین آینه های بغلتون رو تنظیم کنین. چجوری؟ میگه که با استفاده از فرمون شما میتونین این کار رو انجام بدین. حالا فکر کن شما دارین رانندگی هم میکنین و چقدر این کار سخت تره. نگاه کن اینجا با این آینه سمت چپ و چپ و راست میکنم، بالا پایین. حالا بخوایم سمت راست رو جابجا کنیم، نگاه کن با این بالا پایین. حالا از این بیایم بیرون، خب بگیم که آقا میخوایم فرمون رو بالا پایین کنیم دوباره با همین. خب بدی تو چیکار میکنی؟ میدی راست، میدی تو چپ، میدی بیرون. صدای خیلی عجیبی زد. نکنه کنده منده میشه باید. حالا ما میگیم ول کن، نمیخوایم اینم. خب قسمت رکوردینگ داره این ماشین. این ماشین فرض کن شما رفتی، خب رفتی ماشین رو پارک کردی، رفتی بیرون، این داره از همه دوربیناش موقعی که یه نفر نزدیک ماشینتون شه رکورد میکنه، طرفو میگیرتش که اینجا نشون میده رکورد میکنی یا اینا. اینجا تو قسمت پداس که نشونتون دادیم موقع رانندگی، این همون قسمت درایوینگ بود که چیل و استاندارد داشت، فرمونش رو میتونستین تغییر بدین و استاپینگ مودش رو میتونستین تغییر بدین، همون ترمزش رو میتونستین مدل‌های مختلف کنین. ببین توی قسمت چارجینگش تو میتونی تنظیم بکنی که چند امپ ماشین بتونه برق بگیره که مکسیمومش 32ه و اینجا میتونی تارگت بذاری که چقدر بشه ماشین قطع بکنه اون چارجینگو و اینکه میتونی یه تایمی رو ست بکنی و سیمو بزنی به ماشین، سر اون ساعت ماشین شروع بکنه به شارژ کردن. این هم همون سیستم اوتوپایلتشه که میتونی شما بخرینش و وقت میتونین از این استفاده بکنی توی این منیو. ببین وقتی که میای اینجا، خب میتونی بزنی اسکرین کلین مود رو میتونی بزنی، بعد اینجوریت میکنه. چجوریت میکنه؟ اینجوری. چجوری؟ اینجوری مشکی میکنه. خب و ما خب میتونی اینو تمیز بکنی. چجوری که؟ یعنی چی دقیقا این کار مثلا؟ که نره تو جای دیگه. میدونی چرا؟ چون همه این ماشین با این حرکت و اگه اون بره یه تو تغییر یه دیدی مثلا زد صندلی رو پرتت کرد بیرون، مثلا داری تو هایوی مثلا ساعت 100 تا میری یه ها ایجکت میکنه پق میشی. حالا فرض کن میخوای کوله رو گرمایش اینا رو تغییر بدی، میا اینجا ببین اینجوری نگاه کن، اینجوری هوا رو تغییر میدی و میگی باد از این ور بره، از اون ور بره، از اینجا بره. خب بعد یه چیز باحالیش اینه، این برای پشتم میتونی این کار رو انجام بدی. مثلا میگی صندلی گرم کنه پشت رو میخوام از اینجا روشن کنم، حتی برای وسطی این ستا رو روشن میکنی. حالا مال خودت رو بخوای بکنی، بزنی از همینجا، هم بغل رو دستت داری هم خودت. حالا شما میری میخوای بری خرید، خب سگ تو ماشینه، اینو میزنی
داگ موده. دیگه نیازی مثلا پنجره رو باز بذاری که سگت هوا نیاز داشته باشه. شنیدم با سگت حرفم میزنه تو نیستی. بهش غذا هم میده، آب میده اگه نیاز داره. دستشو سرش میکشه. خیلی میگه نگران نباش الان میاد صاحبت. دقیقاً. من فکر کنم رفته گلابی بخره، اشکال نداره میاد. اینجینا رو میگه من شنیدم. از اونجایی که من آینه خیلی اهمیت میدم توی ماشینا، ببین این مثل این جل آیپد ها هستش که آهن ربایی اینجوری تا میشه اینجوری میاد پایین، همچین دیزاینی داره. میبینی؟ حالا تو خودت هم میتونی توش ببینی؟ الان میتونی نصف منو ببینی. حالا کامل ببینی؟ آه. بیا. بس دیگه. خب بعد این آهن رباست دوباره اینجوری در میاد میره این بغل که آفتاب از بغل اذیت نکنه شما رو. علی چون خود ماشین رانندگی نکرد گفت من بیام اینو رانندگی کنم. ببین سرم گیج میره، باورت میشه؟ واقعا یه جوری شدم. ببین واقعا داره ولی چرخا تکون میخوره، چرخا تکون میخوره ولی چرا اینو آف نکرده این آپشنو؟ بیا رانندگی رو نشون بده. داره وقتی بازی میکنه چرخم تکون میخوره. اینو شوخی میکنه باشی بگی منو. ولی چه سیدایی داری اینجور رانندگی میکنی؟ اصلا یه وضع بدی دارم رانندگی میکنم که حس قشنگی ندارم. آقا خیلی بد، من سرم واقعا داره گیج میره. من میام ببینم یه بازی دیگه. آره بابا ببین بازی ها رو نشون بچه ها بده. بلدی بازی کنی؟ برو بریم بازی. یک سوسکت بکنم. خیلی وقت بازی نکردم. ها چکا کنی؟ سوسک منو میخواستی بکنی ها؟ ببینم این با خودش داره بازی میکنه. آها بلم کن اینا ها بودو بابا. چیه تو خونت کدوم بره؟ نمیگم. بگو خونت کجا جان من، بگو خونت علی کجاست دیگه. علی این صورت من وای فای الان روشن کردم، میتونی بری حالا تو یوتیوب هم فیلم ببینی. مثلا چی میزنی؟ قالپاق میبینی تو نشستی تو تسلا، قالپاق میبینی. خدایی حوصلت سر نمیره دیگه. میدونی؟ نگاه کن اونجا ببینید علی کاملا توش خواه میشه. اگه این ویدیومون رو ندیدین ببینید. امکانات زیادی این ماشین بهتون میده، ولی از رانندگی زیاد امکانات خاصی نمیده. قالپاق رو آوردیم تو قالپاق ما این ماشین. قالپاق تو قالپاقه. اگه خوشتون اومد این لایک رو بزنین، کامنت کنین این ماشین باحاله. خب ببین پشت این ماشین خیلی راحته. سانروف یه تیکه بعد تا این نصفه داره، این پشت هم دوباره سانروف داره که نور رو خوب میگیره، یعنی میده داخل. دو تا USB-C داره اینجا. تنظیمات کولر و هیتر و اینا نداره از اینجا. اون جلو باید آقای راننده براتون تنظیم بکنه. صندلی‌های راحتی داره، ولی وقتی که اینجوری پاهاتو میذاری خیلی زانوات میاد بالا به یه دلیل خاصی. این وسطش هم از این بلومبه ها نداره، صافه که میتونی اونجا کیف بذاری یا مثلا وسایلتو بذاری اگر که احتیاج باشه. صندلی راحتی داره، نرمه. خب حالا خیلی یه شب براشون سوال باشه که این جلو که موتور نیست چیه؟ شما میتونین با اپ این ماشین، اپا که باز میکنی خب اینو بزنی در باز شه. خب یه جایی که هیچی نمیتونی توش بذاری، مثلا یه کیف خیلی کوچیک میتونی توش جا کنی. مثلا علی دیگه نمیتونه بره این تو بشینه و جاش بشه. میخواستیم بریم نوره علی بشینه ولی نتونست. حالا صندوق عقبش هم جای خوبی داره. خب اگه یه نگاه بخوایم به جلوی این ماشین بندازیم، یه چراغای خوشگلی به کار برده. میبینی؟ مثل کفش، مثل کتونیه یا بوت.
قبول داری؟ این چراغایی که این زیرش هم از خطی هم خیلی قشنگه که فکر میکنم مهشیکنای این ماشین باشه. این ماشین اصلا قیافش معلومه که برقیه. چرا؟ چون اصلا نه جلو پنجره ای داره مثل ماشین های بنزینی، خیلی ساده به کار برده و خیلی هم عالی. بچه اگه بخوایم رینگاشو نگاه کنیم، سایز 18ه که آل سیزنه و یه رینگ خب ساده و جذاب برقی داره. این دسته هاش خیلی باله، نگاه کنیم، باید فشار بدیم و تو میزنه بیرون و اینو باید بکشی بیرون تا در باز شه. خیلی عجیب غریبه. و این دوربین های بغله که تو نشونتون دادیم اینجا قرار گرفته، اینجا دوربین ها از بغل نشون میده. سانروف و سقفش کلن شیشه است. بیایم از پشت حالا علی نگاه کنیم، یه دیزاین خیلی خوشگلی داره، گرد قلمبه است. نه خیلی شبیه مدل وایشه یه جورایی، ولی خب مدل وای دقیقاً مدل 3ه ولی SUV شاسی بلندشه. دقیقاً چراغاش به نظرم خیلی ساده و قشنگ طراحی شده که توی ماشین نشسته، بیرون زدگی اصلا نداره. حالا شما بخواید ماشین رو شارژ کنین، اینجا بغل دقیقاً چراغش یه فشار که بدین اینجا میاد بیرون، میاد بیرون و شما میبندنش خیلی راحت. خب آقا اومدیم ببینیم رانندگی این ماشین الکتریک خوشگل و فندقی چجوریه. خب میندازیم میایم اینجا، یه چیز باحالی که داره نگاه کن، اینجا بغلت نشون میده همه ماشینا رو، یعنی هر ماشینی نگاه کن، الان اون روبرویه رو نگاه کن داره اینجا نشون میده. از اینجا خیلی فهمیده است، خیلی با فرهنگ و فهمیده، همه چی رو در نظر داره. نگاه کن اتوبوس رو دیدی؟ نه اتوبوس رو بعد نشونش داد. همه سنسورایی که داره، ماشینایی که دور اطرافت یا آدمهایی که از کنارت رد میشن رو نشون میده. یه چیز بالتری که داره، وقتی فلشتو میزنی سمت چپ خودش برات دوربین داره نشون میده، نمیخواد حتما گردنت اینجوری برگرده. راستتو نشون نمیده؟ راست هم نشون میده، رفت تو این ماشینه بغلی. باکلا باحاله. ببین آپشنه ایه که مثلا یه ذره آپشنای گوگولی مگولی. آره باحاله، میدونی ماشین. بگی حالا اونو الان نگاه کنیم بچه‌ها، این ببینیم اینو نشونش میده اینجا. خب دوربینه اینجاست دیگه، آره نشون بده. نه آقا بگی جد برای نشون نمیده، اون قدش کوتاه بود. ولی نگاه کن لینای خیابونا رو هم حتی نشون میده که نگاه کن مثلا ما الان دوتا لینی. خب اینا رو ولش کن، رانندگیش چطوره؟ ببین رانندگیش بگی تاکسی بابا خیلی فرزه. ببین چون برقیه، همونجا که برقیه دیگر هم دیدیم مثل آیکس و آی 7 و اینا که راننده کردیم، شتاب اولیش به شدت بالاست. یعنی الان این مدل 3 معمولیه، یه پرفورمنس داره و یه لانگ رنج داره که پرفورمنس خیلی سرعتش بالاتر میره، که بین پرفورمنس و معمولیش تنها فرقش توی که 0 تا 100 3.3 ثانیه است. آره اون 3.3 ثانیه دیگه واقعا میکنه میره، ولی این تو سکوت کارشو انجام میده، کارشو انجام میده و میزنه، یه بعضی از ماشینا رو میزنه نابود میکنه. اون که میگن توی سکوت و آرومی کارشو انجام میده، میگن فلفل نبین چه ریزه، بشکن ببین چه تیزه، درشتای زیر میزه. شما یه وسط رانندگی خب میخوای دوربینای دور و برتو چک کنی، دوربین پشت و بغلا روشن میشه. یه سوالی که من از آقای ایلان دارم اینه که چرا دوربین جلو نذاشته؟ مثلا خیلی مثلا الان سخت میشد یه دوربین جلو برای این ماشین. نه فهمیده چی شده؟ میگه که جلو رو خودت میبینی، پشت و بغلاته که خوب نمیبینی. تو جلو خودت خوب نمیبینی؟ آره ولی خب تو همه ماشین ها جلو ماشین هم داره. یعنی چی؟ یعنی دوربین جلو هم داره. خب ماشینای دیگه مثلا بی ام و رو میگی مثلا منظورت؟ همه ماشینا. ها نگاه کن این وقتی خیلی نزدیک میشی
مثلا میاد میگه چقدر باش فاصله داری، مثلا الان زده با 84 سانتی متر جلو تو متر میکنه این. چرا میگه فاصله چقدره دیگه؟ چرا دوربین من میخوام؟ هر دو طرف باید وایلد شارژینگ گذاشته. بده گوشی تو. این ور میتونی گوشی تو شارژ کنی. برو. حالا اگه کمک رانندم بخواد این ور هم میتونه شارژ کنه. کدوم ماشین خدای دو تا وایلد شارژینگ داره؟ کو؟ آه. حال میکنی؟ صداشو داری؟ نگاه نگاه صداشو. صدای اسکوتر میده. ولی با حالی بی ام وی های برقی همون صداشو که میتونی تغییر بدی، اینو میخواستم بگم. دیدی اون سه تا آپشن که میتونی صداشو تغییر بدی؟ وای. خب قیمت این ماشین چنده که ما الان سوارشیم؟ آقا قیمت این ماشین اگه بخوای همین امروز اوردر بذارین 54,000 دلار کاناداییه. خب مدل 3 معمولیشه. اگر که این بشه لانگ رنجش که رنج بیشتری داشته باشه میشه 64,990 و اگر بشه پرفورمنس میشه 73,290 و اینا همش بدون مالیات زیبا افسوده. مالیات افسوده پس از خرید. حالا معمولی هم بگی متوجه میشن همه منظور چیه. و بدون هیچ رنگ و آپشنی دیگه. میدونی رنگ و مثلا رنگ قرمز بخوای ماشین بگیری گرونترین رنگه، میدونستی اینو؟ رنگ قرمزش گرونه. چرا؟ شاید پرسپولیسی ایلان ماسک. اینجوری تا الانش فکر کرده بودی؟ ببین 54,990 که به این ماشین پول میدی، من احساس میکنم که یه ذره از لحاظ کیفیت ساختی میتونست بهتر باشه. خب که فقط یه دونه مثلا تبلت انقدری با یه فرمون و اینا نذاره تو ماشین. تو 54,000 دلار داری پول میدی دیگه، میتونست یه ذره قشنگتر بکنه. که اومد سال 2024شو یه لایت هایی گذاشت توش که فقط بیاد یه رقابت ریزی با بنز و بی ام و بکنه تو برقی ها با حتی ماشینای دیگه که زده. اومد یه لایتینگ گذاشت و یه آیپد دیگه همین پشت گذاشت که از پشت بتونن کسایی که مثلا نشستن بتونن کولر و چیزای دیگه شون رو کنترل کنن. از لحاظ رانندگی، از لحاظ کلن کیفیتی، اگر که همه هر کسی بخواد سوال بپرسه که چجوری و اینا، به نظر من خیلی توی سافرش هزینه کرده و خیلی توی تکنولوژیش هزینه کرده. ولی کیفیت خیلی بدی هم نداره، میدونی؟ یعنی جوری نیست که مثلا دست بزنی بگی دیگه مثلا خیلی مثلا کوالیتی پایینیه. مثلا اینجا جیر به کار رفته، خود کوالیتی فرمون ایناش باحاله، ولی مثلا میتونست یه ذره بیشتر حالت لاکچریش کنه و یه ذره خوشگلتر جلوش بده. یه چیز دیگه ای هم که هستش، یه ذره سخت شده به نظرم که همه چی گذاشته این تو. خب حالا من یه سوال از تو دارم، در اینجا رو باز کن. با اینه دیگه باز کن و برم تو دیوار. دیدی؟ یا مثلا بخواهی بچه ها آینه های بغل رو بخواهی تنظیم کنی، یه لحظه مثلا من نشستم بیادم میفته خواهی آینه بغل رو من نمیدونم مثلا یه ذره اون بره. اینجا هیچی نداره. من حالا باید بیام اینجا اگه مثلا تازه این ماشین رو خریده باشم و خیلی گیج میشم تا اینکه بزنم بغل ببینم کجاشه، میدونی؟ برش یه ذره سخت شده. میگم تکنولوژی خیلی بالاست، سافرشو خیلی قوی توش هم سرمایه گذاری کرده هم قشنگ در آورده، ولی وقتی داری رانندگی میکنی به نظرم خیلی حواست پرت میشه. حواست پرت هر کاری بخوای بکنی چون این توه یه جایی گیج میشی خود. ولی ببین مثلا کسایی که استفاده خیلی زیاد میکنن دیگه عادت میکنن، میدونی ذهنشون دیگه میدونه هر کدوم کجاست، ولی مثلا تا چند وقت اول خیلی حواست پرت میشه. خب آقا نگاه کن الان تازه نگاه کن این رو چیله. وقتی رو چیله اونقدر یهویی شتاب نمیگیره. خب اینو شما میتونید تغییر بدین. چه جوری؟ بیایم تو سیتینگ، بریم تو قسمت اینجا پدال و اینو بکنیم استاندارد. خب وقتی شما استاندارد میذاری وقتی گازو برمیداری زودتر ترمز میکنه و اینکه اون برم خیلی یهویی نگاه کن میکنه، یهویی میکنه زمینو میره براش. ولی وقتی چیل میذاری اینجوری نیست. نگاه کن ولی خودش مثلا پا تو برمیداری تشخیص میده که چراغ قرمزه. از لحاظ حس
صندلی بغل نشستن ماشین راحتیه به نظرم. یعنی از نظر راحتی میشه گفت صندلیاشو خیلی راحته، ولی یه ذره توی دست اندازا زیر پاش یه ذره خشک بودن رو داره، میدونی خیلی کمک فناره نرمی به کار گرفته نشده. و توی پیچا وقتی که میپیچی خیلی پرفورمنس خوبی داره، نگاه کن. و توی دست اندازا هم تا حدودی نرمه. بچه ها اینجا که گفتم یه چیل داره یه استاندارد، این برای فرمونتون هم اینا رو میتونین تغییر بدین، استانداردش کن یا اسپورت کنه که صفر میشه و وقتی ولش میکنه خیلی زودتر برمیگرده حالت عادی. و اگه بخوای استاپینگ مودش رو تغییر بدین اون هم میتونیم، ولی بعد قبلش پارک کنیم. میریم اینجا میگه باقی ما میخواییم استاپ مودمون رو تغییر بدیم. خب خب اینو میزنیم کریپ رول هولد. کریپ یه جورایی ترمز میکنه ولی حالت آرومتر براتون ترمز میکنه، ولی رول میاد مثل ماشین دقیقا معمولی بنزینی کار میکنه. وقتی شما پا رو از رو گاز بر میدارین همینجوری میره تا موقعی که شما ترمز کنین. و هولد خیلی با قدرت یه جورایی همونجور که روی ویدیو آیکسمون نشون دادیم، وقتی شما پا رو از رو گاز بر میدارین خودش ترمز رو انجام میده براتون. خیلی باحاله. یه چیزی که باحالی که داره اینجا بهت حدودا نشون میده چقدر با ماشینا فاصله داری. نگاه کن که مثلا اینجوری نارنجی میکنه، مثلا میگه خیلی نزدیکی. بعد حالا یه اینجا هم که سرعت تو نشون میده، اینم یه دونه مود داره که اگر که توی برف یا توی گل گیر بکنی میتونی اینو بزنی که کمک میکنه به اینکه ماشین تمام قدرت که داره رو استفاده کنه بیاد بیرون. بچه ها همونجوری که خیلیاتون میدونین تسلا تو اتوپایلوت بودن یه جورایی سر و صدا کرده دیگه، میدونی اینکه خودش چی سر و صدا چی کرده؟ سر و صدا کرده بود که یه مثلا جزء ماشینی که خیلی خودش رانندگی میکنه و اینا، یعنی اون نظر گفتن من سر و صدایی نشنیده بودم. من که خیلی ها خب مثلا ویدیوهایی که تو اینترنت دیدن اینه که خودش کاملا رانندگی میکنه، طرف میرفت عقب میشه از خودش، ولی خب نباید این کارو انجام داد، ولی خب اینا انجام میدادن. حالا میخوام بهتون بگم که بیس این ماشین روش هیچ اتوپایلوتی نمیاد، و اگه شما بخواین این اتوپایلوت رو بگیرین باید آپگرید کنین. و چه جوری؟ با نرم افزار. یعنی شما میتونی فقط پولشو بدی و اون مثل اپلیکیشن هایی که روی تلفنتون دانلود میکنید یه سیستمی گذاشته تسلا که همونجوری میتونید اینو دانلود بکنید، فقط پولشو ازتون از حسابتون برمیداره، آپشن رو بهتون میده که ازش استفاده بکنید. اولین آپشنش 7800 دلار کاناداییه که به شما یه اتوپایلوتی میده که حدودا مثلا توی لاینا نگرتون میداره، میتونی بذاری مثلا ترمز کنه بره مثلا نون بگیره. نه اون آپشن بعدی هست که یه آپشن داره که 16000 دلار کاناداییه. این صبح میره خودش نون میگیره میاد بیدارتون میکنه، میگه مثلا مسواک میزنه براتون، عزیزم نون آماده است صبحونه. یعنی کیسایی بوده که ازدواج نکردن بعد از اینکه اون آپشن رو گرفتن. موقع ولی همه کار میکنه، شما بری عقب هم بشینی که نباید بشینی، خودت براش چراغ قرمز رو میره ثبت شد، مثلا شما راهنما میزنی خودت براش میپیچه، سر استاپ ساین وای میسه، سر ایست وای میسه، سر چراغ قرمز رو وای میسه. خیلی جالبه. آخه یه سوالی من ولی دارم، این سیستم که را بیفته روی همه ماشینا کم کم خیلی ترسناکه دیگه، کی واسه چی ماشین بخره؟ تو ماشین میخری که رانندگی بکنی، حالشو ببری، یعنی با اتوبوس میری خرجم کمتره دیگه. خب چه کاریه؟ ولی خب این برای مسافت‌های خیلی زیاد علی خب این خوبه، مثلا تو فکر کن مثلا 5 6 ساعت میخوای بری مسافرت، تو جاده انداختی خسته میشی دیگه. آقا من یه کروز کنترل روشن میکنم خوابم میگیره. خب اینو زدن من یه کاری بکنم تو ماشین، مگرنه خب اینو زدن که بخوابی. چه دنده عقبش رو نگاه کنید، دنده عقبش خیلی شفاف بهتون نشون میده، خیلی باحاله. خوبه دوربیناش، ببین دوربین خیلی دوربین گذاشتن برای این ماشین. آره و احساس کنی نفر داره میبینه تا همیشه نه؟ حالا آره ولی شما مثلا ایلان میشینه میبینه، نکنه مثلا میشینه این دوربین ها رو همه رو اکسس داره خودش میشینه میبینه دقیقا میگه مثلا یارو مثلا گوشش خارون
هم جاهای دیگه دست رو ایلان اگه این ویدیو رو میبینی ایده داشت ازت خواهش میکنم این دوربین رو نبین و اینکه که ما راحت باشیم دیگه پرایوسی خودمون رو داشته باشیم. یه چیزی که ولی ترسناک میکنه این ماشینای برقی که همه اکسست همه کارهایی که میتونی انجام بدی از تو گوشیته اینه که با یه دکمه خب یه نفر خودمون کسی که این ماشین رو ساخته میتونه ماشین رو نگه داره و قفل کنه ماشین رو. میدونی؟ شما از گوشی تو میتونی ماشین رو قفل کنی. الان هم بیشتر ماشین رو داره اینجوری میشه یعنی و شده میتونی ماشین رو قفل کنی، ماشین رو روشن کنی، هر کاری بکنی، لوکیشن رو نشون میده کجا پارک کنی فلان، ولی یه ذره ترسناکه. در کل این ماشین فانیه و باحاله. ماشین روزانه خیلی خوبی میتونه باشه، مصرفتون رو خیلی میاره پایین از لحاظ بنزین و از لحاظ پولی که واسه بنزین میدین هر ماه. خب ماشین مصرف بنزین نداره و برقیه و شما پول زیادی رو میتونین ذخیره بکنین و پس انداز برای آینده و چیزای جذابی اینجا داره. دم تک تکتون بازم گرم، عاشقتونم. مرسی از تمام حمایتاتون، چاکر فلان.